پهپادها. دعوا بر سر عملیات همین هواپیماهای بدون سرنشین آمریکاست که از سال 2004 امان را از بخشی از پاکستانی‌ها بریده، به ویژان‌هایی که در کانون این حملات هستند، یعنی منطقه قبیله نشین شمال غرب پاکستان. این هواپیما تا حالا کمتر تونستن تروریست‌ها را هدف قرار بدن و 98% قربانیان این حملات غیر نظامی ها هستند. کسانی که این هواپیما رو کنترل میکنن درسته که میبینن ما چی کار میکنیم، اما از قصد ما که خبر ندارن، برای همینی که اشتباه میکنن. تظاهرات آمریکایی در شهرهای پاکستان و انتقادهای صریح مقامهای دولتی پاکستان از چنین اقدامهایی هنوز نتوانسته عملیات این پهپادها را به طور کامل متوقف کند. من در گفتگوهایم با باراک اوباما تاکید کردم که عملیات این پهپادها باید متوقف شوند. در 4 ماهی که از سال 2014 می‌گذرد، به نظر می‌آید که حملات این هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان متوقف شده. تازه ترین گزارش سازمان ملل هم نشان می‌دهد که شمار این حملات به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده. مجموع حملات این پهپادها در سال 2013 27 حمله بوده، در حالی که این حملات در سال 2010 127 حمله بوده. در 9 سال اخیر این نخستین بار است که گزارش از کشته شدن غیر نظامیان در پاکستان توسط پهپادها منتشر نشده. با این حال هنوز مشخص نیست که توقف این حملات دائم یا موقتی است. دولت آمریکا گزارشی از شمار قربانیان غیر نظامی در پاکستان منتشر نمی کند. اما گروهی به نام بنیاد آمریکای نوین مستقر در آمریکا اعلام کرده که شمار این قربانیان بین 2000 تا 3400 نفر است که 300 نفرشان غیر نظامی و بقیه ستیزه‌جو بودند.